ریاست جمهوریش محمد اشرف غنی کابینه‌اش را به پارلمان افغانستان معرفی کرد. در میان نامزدهای معرفی شده برای وزارتخانه‌ها چهره‌های نسبتاً جدیدی دیده می‌شوند. رحمت الله نبیل که برای ریاست امنیت ملی به پارلمان معرفی شده، تنها عضو کابینه است که پیشتر هم همین سمت را داشته. در بین 25 وزیر پیشنهادی نام 3 زن هم دیده می‌شود. این در حالی است که آقای غنی گفته بود 4 وزیر زن به پارلمان معرفی می‌کند. دولت فرانسه پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور در جلسه بحران اعلام کرده برای حفاظت از مراکز حساس در فرانسه 15,000 نیروی امنیتی مستقر می‌کند. از این تعداد 5,000 نفر قرار است از 700 مدرسه یهودی حفاظت کنند. پلیس هنوز در جستجوی همدستان 3 مهاجمی است که در حملات هفته گذشته در پاریس 17 نفر را کشتند. همزمان قرار است علت غافلگیر شدن نیروهای امنیتی در برابر این حمله هم بررسی شود. و تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از تظاهرات جنبش ضد اسلامی موسوم به پگیدا، تظاهراتی که رهبران سیاسی آلمان خواهان لغو آن شده بودند. این تظاهرات در شهر درستن آلمان امروز برگزار شده. همونطور که در این تصاویر می‌بینید طرفداران این گروه چندان هم به حرف مسئولان گوش نکردند. مقام‌های آلمان این گروه را به سوء استفاده از حمله‌های مرگبار فرانسه متهم می‌کنند. هیکوماس وزیر دادگستری آلمان گفته بود که استفاده از حمله‌های پاریس برای برانگیختن احساسات ضد